در چارچوب رسیدگی به اتهامات مجید قربانی، شهروند 59 ساله تبعه ایران و احمد رضا محمدی دوستدار، آمریکایی ایرانی تبار 38 ساله، امروز جلسه دیگری در دادگاه فدرال شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، برگزار خواهد شد. این دو به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران از طریق رصد و عکسبرداری از دو تجمع مرتبط با شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا و همچنین تهدید یک قانونگذار آمریکایی متهم هستند. فرهاد پولادی همکارم که روند این دادرسی رو پیگیری کرده امروز از مقابل دادگاه فدرال با ماست. فرهاد، بیننده‌های ما رو در جریان دادگاه امروز بذار. بله شهرام، این جلسه قراره از ساعت 12 به وقت محلی وقت واشنگتن آغاز به کار بکنه به قضاوت قاضی فریدمن. این اولین جلسه خواهد بود که آقای دوستدار از شهر شیکاگو به اینجا پایتخت آمریکا منتقل شده و در برابر قاضی فریدمن قرار خواهد گرفت. دادستانی از اول هم خواستار این بودش که هر دو نفر، یعنی آقایان قربانی و دوستدار، توسط یک قاضی محاکمه بشن به خاطر اینکه اتهاماتشون بسیار با هم دیگه نزدیک هست و با هم همکاری بسیار تنگاتنگی رو داشتن. ما تو جلسات این قرار برای آقای دوستدار این جلسه جلسه تفهیم اتهام باشه و همچنین قاضی از وکیلش این پرسش رو مطرح خواهد کرد که آیا دادستانی تمام مستندات علیه موکلش رو در اختیارش قرار داده برای اینکه یک محاکمه عادلانه باشد. یک روند کلی در تمام محاکمه های آمریکا هستش. آقای قربانی تو جلسات پیش که اینجا بودن خب تفهیم اتهام شدن، اتهامات رو نپذیرفتن. بعد دفعه پیش وکیلشون خواستار این بودش که با توجه به اینکه ایشون نزدیک 20 ساله تو آمریکا زندگی میکنن و خانواده‌ای دارن اینجا، با قرار وثیقه آزاد بشه، ولی قاضی جلسه تفهیم اتهام این رو رد کرد، گفتش که اتهامات بسیار سنگینه، دولت متخاصم اینجا پاش در میونه که جمهوری اسلامی ایران هستش و هر آن ممکنه که آقای قربانی از آمریکا بره بیرون، برای همین نپذیرفت. همچنین وکیل آقای قربانی خواستار این شد که یک بازداشتگاهی که وضعیت سلامتی ایشون بیشتر مورد نظر قرار بگیره رو منتقل کنن، که این قاضی گفتش که به این مسئله رسیدگی خواهد کرد. حالا تو این جلسه این دو نفر زیر یک سقف قرار خواهند گرفت و در برابر قاضی فریدمن تا ببینیم برای بخش بعدی خبر باز جزئیات بیشتر رو با بینندگانمون در میون خواهم گذاشت.